یعنی هر لحظه که این سوال از من میشه اصلا منقلب میشم، به هم میریزم. واقعا روز خیلی سختی بود برای ما که ما صبح رفته بودیم منطقه عملیات، زور باید برمیگشتیم اعلام حضور میکردیم که اومدیم، ما نهار رو نماز خوندیم، تقریبا همین هلوشا بود تا 3 و 4 بعد از ظهر بود که آماده بشدیم که برای اعزام بشه به منطقه. با بچه ها منتظر بودیم بچه ها جمع بشن، گروه ها مستقل بشن، بریم برای غرب کشورم. من خاطرات خوبی هم از غرب نداشتم متاسفانه، چون برای اینکه تمام ستونای پنجم اکثر اون شروع عملیات های ما تو منطقه کردستان، هر وقت ما می‌خواستیم غرب انجام عملیات بشیم اکثرا ستون پنجم عملیات ها رو لو میداد متاسفانه، و به خاطر همین خاطره بدی داشتم و دوست نداشتم هیچ وقت به غرب برم. به خاطر همین همه دوست داشتم تو جنوب باشم. اینا وقتی که ما اعزام شدیم رفتیم اونجا 24 ساعت شاید تا 48 ساعت عملیات گذاشت، نیروهای کمکی اومدن. ما تو بالای ارتفاعات، بالای تپه ها که بودیم، اونجا قرارگاهمون بود، داشتیم آماده میشدیم که سوار ماشینا بشیم. ساعت 4-5 بعد از ظهر بود اینها، یک لحظه یه دیوار سیاه‌تو شکسته شد در بالای سر ما رد شد، فقط مثل یه پلک زدن و صدای غرورش هوا ما بود. تا برگشتیم دیدیم صدای انفجار داره میاد. ما بلافاصله ماشینا رو سوار شدیم، با اولین ماشین طرف چادر بچه‌ها حرکت کردیم. حدود مثلا شاید 6-7 دقیقه بیشتر طول نکشید. هم تو مسیری که بودم از تو ماشین نردارم که حالا دستانداز بود، منطقه کوهستانی بود، چند فرم چون جستم ضعیف بود از پنجره اومدم بیرون، از بیرون عکاسی کردم، کل فضا رو لانشات عکاسی کردم. وقتی از ماشین که پیاده شدم، اولین صحنه این که با من روبرو شد دقیقا این صحرای کربلا بود. یعنی همیشه در دوران طفلگیم و جوانیم، بچگیم، اینها روزای عاشورا یا تعزیه‌ای که انجام می‌شد و یا روز عاشورا که اون خیمه‌ها رو می‌دیدن مثلا آتش می‌زنن، یا اون چیزایی که درست می‌کنن برای خیمه‌ها فلان، اینها یه لحظه نمی‌دونم چرا اون دوره بچگی من جلویش، من اون لحظه رو دیدم که همین جوری کلاخودهایی بود که ریخته بود توی به فاصله خیلی لانشاد خیلی کاملی و اسلحه ها اومده بود اونجا. مردم بچه‌هایی که از این برام از تپه‌ها سرازیر شده بودن با چشم گریان سر طرف رفیقاش، هر لحظه که میرفتم جلو صحنه‌ای که جلوی ویزور دوربین من میومد، دست قطع شده بود، پای قطع شده بود، بدون اراده، بدون اداره، بدون اقراق، اصلا نمیتونستی شما خودت اصلا تحمل بکنی. بدون اراده از چشما همینجوری عشق سرازیر میومد، ولی خب تکلیف من این بود که این صحنه ها ثبت بشه و ثبت بشه. و خیلی من روی این مسئله حساسیت داشتم که هیچ چیزی رو دست ندم و از احساساتم به کارم غلبه نکنم. هایی به خودم دلداری میدادم که تو کار یه چیز دیگه است، خودم به خودم های روحیه میدادم. ولی انقدر فاجعه وحشتناک بود که دیگه واقعا بعضی جا اراده از دستم خارج میشد. یعنی یه لحظه چشمم رو پاک میکردم، فلان میکردم، شروع میکردم با زکوس همینجوری هایی میرفتم جلو صحنه خر، دل خراش‌تر رفتم دیگه. مثلا بچه ها شروع کردم با در قابلمه، با در، با بیلچه، هر چی دستشون هست فقط دارن خاک میپاچن، آب میپاچن روی چادرها. بعد از یک زمان خیلی کوتاهی هیچی دیگه نموند. یعنی فقط دیدی فقط اون یعنی چارچوبای فلزی چادرها موند. دقیقاً اون روز عاشورا که خیمه شما تو، یعنی من فکر میکنم دو تا تجربه خیلی تلخ بود که به عینه مثلا من روز عاشورا رو حس کردم با تمام وجودم. یکی تو اون عملیات بود و اون اتفاق تلخ بود که مثلا ما رفتم جلوتر دیدم که قطع قطع بچه ها رو جمع میکنن توی بیل. مثلا روحانی که برای نداشت سخنرانی میکرد، ازش یک گیوه و عمامه و یک قرآن سوخته بود. مثلا چهره های عکس‌ها رو نگاه ما احتیاج به توصیف نیست، یعنی اینقدر این عکس‌ها گویاست. یا مثلا یه عکسی که بعد از سالها خودش خود نمایی کرد و رفت روی جلد کتاب شهدا، بین 350 فریم این عکس قرار بود خودش انتخاب بکنه و معرفی بکنه، رفت روی جلد. اون کارت شناسایی بود. بچه های کرج بودن، یه گروه مثلا 6-7 نفری که بچه محل بودن، توی یه کوچه بودن، عهد کرده بودن که با هم دیگه برن، با هم مواظب هم دیگه باشن، مگه حتی مثلا خط شکن با هم برن، اگه قرار شهید بشن با هم بشن برگردن. یه همچین عهدی با هم بسته بودن.
یه لحظه که من برگشتم دور و برم همجوری های شکار میکردم میرفتم جلو بزن، به این صحنه مواجه شدم. یه 4-5 تا جوون زیر 20 سال بودن، 17-18 سال اینها، دیدم دارن زجه میزنن. یکی برم اون موقع دوربین واید 28 میلیمتری رو دستم بوده پشت ویزور، این زجه میزد میگفتش که ما قرار بود با هم عهد کرده بودیم با هم بریم با هم برگردیم شهید، من الان به پدر مادرت بگم. دیگه واقعا من یه آدم عاطفی احساسی بودم، دیگه نمیتونستم اصلا، واقعا خیلی به من سخت بودش که من یه 2-3 فریم از این عکاسی کردم، چون حالا خیلی هم مواظب بودم که نگاتیوام تموم نشه دیگه، یعنی خیلی صرفه‌جویی میکردم، نمیتونستم که همه فریم ها رو ثبت بکنم. و اون لحظه‌ای که ثبت میکردم که خیلی دیگه واقعا لحظه‌ای حساسه بودم، همینطوری رفتم تا دیدم دیگه چند فریم دیگه بیشتر از من نگاتیو باقی نمونده، که شروع کردم از بچه هایی که حالا با اون چهرهای معصومشون با اون چهرهای درد داغون به هم ریخته شون یه سری تصاویر ثبت کردم که برای من خیلی اون روز روز خیلی تلخی بود، خیلی صحنه تلخی بود.